خب حالا شما حساب کنید، اون روزی که ما میگفتیم جمهوری اسلامی خودش عامل تجزیه است، باید قیام کنیم که جمهوری اسلامی رو نابود کنیم، جمهوری اسلامی نابود شه، هیچ کدوم از این اتفاقات نه در ایران نه در منطقه نمیافته. کجا حرف شنیده شد؟ چقدر منتشر شد؟ فقط این که بریم پست بذاریم، تقلید کنیم، پست بذاریم بدون پشتوانه علم و آگاهی و دانش که به درد نمیخوره. از این طرف صحبت‌های سعید قاسمی رو گوش میکنید، صحبت‌های آقای مهراد رو گوش میکنید، بعد 5 دقیقه بعد تو یه برنامه دیگه داره عکس اون گفته میشه، اونم گوش میکنید. از پای برنامه رستاخیز بلند میشید، میرید پای رسانه‌هایی که قطعاً اگر همین امروز اسرائیل به خاک ما حمله کنه و هممیهنان ما رو، هممیهنان من و شما رو به خاک و خون بکشه به بهانه جمهوری اسلامی، به بهانه زدن مواضع نظامی جمهوری اسلامی، اونها در اسرائیل و در خیلی از جای دیگه نقل و نبات و شیرینی پخش میکنن، چون اینا فقط فارسیدان هستن، عرق ملی ندارن، کشور اول خودشون اسرائیل میدونن، خودشون مدیون اسرائیل میدونن. هر رسانه‌ای، هر رسانه‌ای به اسم براندازی، به اسم مخالفت با جمهوری اسلامی، تحت حمایت اسرائیل، چه در داخل اسرائیل چه در خارج از اسرائیل، دفاع از یهودیت و اسرائیل بکنه، یهودیت مردم رو ول کنید. توراتی که ما برنامه‌اش رو گذاشتیم، مطمئن باشید میهن پرست نیست، ایران پرست نیست و داره دروغ میگه، داره دروغ میگه، مخصوصا که بگه طرفدار خاندان ایرانساز پهلوی و شاهنشاه و ایناست، داره دروغ میگه، فقط میخواد بدوشتتون، یا از نظر مغزی میدوشه یا از نظر مالی میدوشه. مراقب باشید. آیا دکتر مهراد بفهمید؟ خواهش میکنم، سپاسگزارم از گفتاتون. یه چند نکته رو به درستی اشاره فرمودید، اگر پروانه بدید من بهشون بپردازم، بعد خواهش میکنم شما بفرمایید صحبتتون تموم شد، بعد جناب قاسمی هستن. خواهش میکنم، بعد اگه امکان داره اون فکتورها یا عکسای گروه یک رو هم آماده بکنید که از این بخش پان عربیست ما گذر بکنیم و اینها رو نشون بدیم، اگه امکان داره که همیهنان ما آشنا بشن به اون شیوه رفتاری اسرائیل، به دلیل اینکه وزارت امور خارجه اسرائیل که بخشای به زبانهای گوناگون داره که انعکاس دهنده یا بازتاب دهنده دیدگاه‌های رسمی دولت اسرائیل هستند، در روزهایی که هم میهنان ما در جوش و خروش میهن پرستانه بودن، بخششون در خوزستان و همزمان تروریست‌های تجزیه طلب پان عرب یا خلق عربی داشتن در با همکاری با موساد و اطلاعات سپاه این خیزش رو به انحراف میکشوندن، چه کارهایی رو انجام میداد. ببینید اشاره به انحراف آقای دکتر ببخشید تا موقعی که من خواستمشن فرتورا رو نشون بدم چقدر زمان دارم؟ 5-6 دقیقه زمان دارم؟ بله بله، من میخوام یه صحبتی رو بفرمید. اشاره به درستی کردید پیرامون یک جریان انحرافی به عنوانی که نگو جاوید شاه و شهرام عبدالحمید همایون که به شهرام شارلاتان هم گفته میشه، این رو عنوان کرد به گمانم 2-3 سال پیش که شما هم بارها بهش پرداختید به درستی، که هر که بگوید جابیشا مزدور جمهوری اسلامی است. ببینید همیهنان گرامی، برای اینکه بتونن یک مسئله رو در میان هواداران و پیروان یک گروه، یک حزب، یک باوری جا اندازی بکنن، تلاش میکنن افرادی رو یا در درون اون گروه ها نفوذ بدن، یا اینکه افراد سستی رو که از دانش بسیار پایینی برخوردار هستن، کمدانن یا نادانن شوربختانه، اینها رو روشون تاثیر بذارن، گلچین بکنن، کمکشون کنن، آموزش بهشون بدن و از طریق اونها، از راه اونها، با ابزار اونها بتونن اون جریان های انحرافی رو به درون اون گروه، دست حزب یا پیروان یک باوری که میخواهند تزریق بکنن. ببینید مسئله من یک انحرافی به راه افتاد در چند ماه پیش به عنوان این که به نام اتحاد نگوییم جاوید شاه. اتحاد با کی؟ اتحاد با تروریست های ایرانی کش مزاحمین خلق، اتحاد با گروه ها و دسته های 10 نفره و 12 نفره و 4 نفره و نیمه چپگرا،
خب شما آشنایی نداری همیهنی که خودت رو هوادار پادشاهی میدونی و ایران دوست هستی اگر باشی، پس شما نادان هستی یا کمدان هستی، چیز دیگری نمیخواهم بگویم. چون همچنان که گفتم گزینه سومی ندارد، یا آن فرد باید نفوذی باشد به جریان پادشاهی خواهی، یا باید کمدان و یا نادان باشد. یک جریانی به راه افتاد و دیدم یکی از این رسانه های فکستنی پارسی زبان اسرائیل که یک فردی، حالا نامش رو نمیخوام بگم ولی هممیهنان به درستی نام پریکوتوله رو روش گذاشتن، به نام پریکوتوله شناخته میشه، حالا خودتون حتما حدس میزنید که باید باشد. این پریکوتوله هم دیدم که به شدت دارد آگهی میکند از اسرائیل که آیا پادشاهی خواه بودن به گفتن جاوید شاه و به دست گرفتن فرطورهای خاندان پهلوی و رضاشاه دوم است. بله عزیز من پریکوتوله، بله ما یک باور درونی داریم پریکوتوله عزیز، که این باور در درون ماست. ما وقتی میخوایم این رو به نماد بیرونیش یا بخش ظاهریش میشه اون رفتارها یا گفتارهای ما پریکوتوله. خب ببخشید من از این اصطلاح استفاده میکنم، این اصطلاحیه که برخی از هممیهنان روی این ایران ستیز پارسیدان صهیونیست اسرائیلی گذاشتن، چون دیگه اینها از بسیاری از خط سرخ‌ها یا خط قرمزها گذاشتن و باید مانند خودشون با خودشون رفتار بشه. من پوزش میکنم نماد ظاهری پادشاهی خواهی به دست گرفتن درفش شیر و خورشید است، گفتن جاوید شاه است و به همراه داشتن فرطورهای رضا شاه دوم و دو شاهنشاه روانشاد، دو شاهنشاه ایرانشاد روانشاد و ایرانساز روانشاد و همچنین شهبانوی گرامیست. بله به این میگوین نماد بیرونی. شما ببینید درفش یه تیکه پارچه است، درفش یه تیکه پارچه است، یک سری یک بخش نشانه و نوشته یا رنگهای روی خودش داره که در جایگاه نماد یک ملت جنبه تقدس پیدا میکنه. یعنی نماد ظاهری یک ملت، یک ملتی که از لایه های گوناگون تشکیل شده، گستردگی بسیار داره و این رو خلاصه میکنن در یک درفش. یعنی شما زمانی که درفش آمریکا رو میبینید به یاد ملت آمریکا میفتید، یک کشور چند میلیون کیلومتر مربعی که 345 میلیون جمعیت داره، همون یه تیکه پارچه، و جنبه تقدس پیدا میکنه و اون تقدس رو از اون ملت میگیره. وقتی که کسی خودش رو پادشاهی خواه میدونه باید پایبند به اون نمادهای بیرونی یا ظاهری پادشاهی خواهی باشه. پریکوتوله عزیز که در اسرائیل نشستی و لجن پراکنی میکنی و فتنه انگیزی میکنی و تلاش داری بر پایه اون برنامه‌ای که بهت دادن میان پادشاهی خان دشمنی و چند دستگی بیفکنی، که هزینت هم دادن، از اسرائیل هم بردن تموش یک شهری در فرانسه که اونجا هم یه کارهای خودت رو از نزدیک، اون برنامه هایی رو که ریختی و بهت داده موساد اونها رو از نزدیک ببینی که آیا روی برنامه به پیش میرود یا نه. شرم بر شما. ببینید اشاره به جنبش کدوان کمالپور گرامی، به اون نامش رو گذاشتم خیزش تشنگان. ببینید مردم خوزستان سالهاست که هوای آلوده به درون ریه‌هایشون دم و بازدم میکنن، آب آلوده دارن، رودخانه های پر آب در خوزستان تبدیل به یک جوی شده از هممیهنان گرامی. جنبش تشنگان چیز جنبش و خیزشی که اگرم باشد جنبش ریشه‌کنی جمهوری اسلامی عبری عربی است، نه چیز دیگری. شما ببینید چگونه با این واژگان به انحراف میکشانند. یا من دیدم برخی از دوستان پادشاه خواه من، نام نمیبرم، بسیار دلگیر شدم و بسیار نگران شدم که ویدیوهایی رو پخش میکردن که اون شعارش رو به نیستی الاحواز عربیه. میدونید الاحواز عربیه یعنی چی؟ بارها ما در رستاخیز گفتیم یعنی پاکسازی نژادی غیر عرب ها در خوزستان به دست پان عرب های تجزیه طلب و کشتار هممیهنان عرب زبانی که با این گروه های تروریست تجزیه طلب همراهی نمی کنند، همچنان که شمار بالایی از هممیهنان عرب زبان ما رو تا به امروز کشتار کردن در خوزستان. همین پان عرب ها ترور کردن که نمی خواستن باشون همراهی بکنن. سدی رو که سپاه پاسداران ساخته به نام سد گتبند سالهاست داره ریشه خوزستان رو خشک می کنه.
چرا همین آقایون و خانم هایی که میگویند به روح به دم نفتیک یا اهوازی شعار شوونیستی با جان و با روح و خونم فدایت بشم، این اهواز منظورشون یک جغرافیای خیالیه نه شهر اهواز، چرا اینها در این سالها به صد گتفند اعتراض نکردند؟ بسیاری از نخلستان ها و زمین های کشاورزی همیهنان عرب زبان ما نابود شده. صد گتفند که رفتن این رو به عمد، ببینید برای صد ساختن که بازی کودکانه که نیست، که برنامه ریزی میخواد، سالها پژوهش میخواد، بهترین کارشناسان باید رو منطقه منطقه رو بررسی بکنن، خاک رو بررسی بکنن، موقعیت جغرافیایی رو بررسی بکنن. چرا صد اونجایی چند ده بیست کیلومتر در جای دیگری ساخته میشه به غیر از اون جایی که در زمان شاهنشاه روانشاد برای ساختش برنامه ریزی شده بود؟ چرا به عمد این صد در کنار یک کوه بزرگ نمک ساخته میشه؟ چرا به جای دیوار یا پتوی سیمانی یا بتونی ساختن روش دیوار روسی میکشن که در همون یکی دو سه روز آغازین آبگیری صد اون دیوار روسی فرو ریخت؟ چرا 6 تا از اون چند تا از اون دو تا از اون دو یا سه تا از اون توربینایی که از ایتالیا وارد کردن که توربینای بسیار گرانبهایی هم هست به دلیل شوریه ها از کار افتاده؟ این پرسش ها رو بریم دنبالش، بگردیم، پژوهش کنیم، پاسخاشو به دست بیاریم که دیگه فریب نخوریم از روی ناگاهی ویدیوهایی رو که توهین به یک پارچگی سرزمینی ایران و به همبستگی ملت ایران هست رو پخش نکنیم. عمیانان میهن پرست من، ببینید کردوان قاسمی پوزش میخوام پیش از این یک مسئله رو اشاره بکنم. اینها از یک کدواژه‌ای به نام دولت فارسی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی کجاش دولت فارسی است؟ از هر گروه و دسته و تیره و تباری که بگویید در ایران که پلیدی و آلودگی روان و اخلاقی دارد در جمهوری اسلامی دارد فعالیت میکند. مگر آقای شمخانی که هم به دستور و همیهنان ما را کشتار کردن در جنبش آبان و دی در سال 96 و 98 اگر نادرست نگم، مگر یک عرب خوزستانی نیست؟ مگر زنگنه‌ای که مانند 8 بار روی نفت و گاز یک ملت چند هزار ساله افتاده است مگر از همیهنان کرد ما نیست؟ دولت مگر آقای خامنه‌ای، حالا من اینو نمیفهمم آذری سید یعنی چی، حالا یکی بیاد توضیح بده، ولی مگر یک همیان آذری نیست که تبارش میگوید سید است و به محمد ابن عبدالله میرسد؟ مگر ما از تیره های گوناگون ایرانی در جمهوری اسلامی نداریم؟ هر جا با این واژه دولت پان فارس یا دولت فارسی جمهوری اسلامی رو دیدید، بدونید که اینها از خود مزدوران جمهوری اسلامی هستند، برای که بخوان جا بندازن جمهوری اسلامی یک دولت میهن پرست است که مرغ پخته خنده اش میگیرد. ببینید همیانان گرامی، مگر سالها علیه این تبلیغ نشد که بله نفت خوزستان دارد در تهران هزینه می شود؟ دارایی ملت ایران در هر کجای ایران که باشد متعلق به همه ایرانیان است. ایران سرزمین مشاع همه ایرانیان است. همیانان گرامی، امروز تهران خطری تهران رو تهدید می کنه که از دید من باید چند میلیون ایرانی ساکن تهران که در میانشان چندین میلیون همیهن آذری، عرب زبان، شمالی، کرد و از همیهنان دیگه هستند که ده ها هزار از همیهنان عرب زبان ما در تهران و کرج فقط زندگی می کنن. این رو بدونید که با این فرونشست زمین که حالت بحرانی دارد و تهران جایگاه یکم رو در میان شهرهای جهان در فرونشست زمین دارد، ما در لب پرتگاه یک فاجعه انسانی بسیار بزرگ هستیم. میلیون ها دلار، صدها به پوزش میخوام، صدها میلیون دلار خسارت بر گردن ملت ایران خواهد نشست. در اگر زمین لرزه‌ای رخ بدهد، یک زمین لرزه‌ای که توان بالایی یا قدرت زیادی داشته باشد، صدها هزار کشته در تهران خواهیم داشت. این هم در پاسخ به آنهایی که میگفتند جمهوری اسلامی یک دولت فارسی است، از استانهای دیگه میبرد تهران را آباد میکند. نه، این گونه نیست. کدوان قاسمی گرامی اشاره به منوچهر ساچمچی با نام جعلی منشه امیر کردید و آنوسیه. کدوان میگوید آنوسی کهیر میزند آقای منشه امیر. بسیار برافروخته شده بود چند روز پیش از این واژه آنوسی. این رو هم بگویم، این واژه
یه واژه ابریس که در فقه یهودی یا هلاخا آمده است، جمعش هم به ابری میشود آنوسین، یعنی مجبور شدگان. آقای منوچهر ساچمچی مزدور و کارمند موساد اینقدر برافروخته نشو، یک واژه ابریس در عثمانی هم به همچین افرادی که به ظاهر مسلمان میشدن در باطن در خانه یهودی بودن میگفتن دنمه. این دنمه ها گروه تروریستی و پانترکیستی ترکهای جوان رو بر پایه اندیشه سه یهودی اروپایی که سه پدر پانترکیزم به شمار میان به نام لئون کاهون، آرمینیوس وامبری، آرتور لوملی دیوید، پانترکیزم رو سه تا یهودی درست کردن و پایه‌گذاری کردن که عثمانی رو منفجرش بکنن، در خطوط قومی تجزیهش بکنن، همون کاری که اکنون سالهاست موساد داره با ایران میکنه و از گروه های تجزیه طلب پشتیبانی میکنه و از رو و کمک کرد به روی کار اومدن جمهوری اسلامی عبری عربی. خب در ترکیه به همچین افراد که ظاهر مسلمان و باطن یهود دارن میگن دنمه. دنمه ها گروه تروریستی پان ترکیه، ترکای جوان رو درست کردن، بعد دست به پایه‌گذاری حزب اتحاد و ترقی زدن و برنامه کشتار چند میلیون ارمنی، آشوری، یونانی و قابل توجه پانکوردهایی که امروز برخیشون سینه چاک اورشلیم یا بیت المقدس هستن، برنامه کشتار کردها توسط همین یهودیان به ظاهر مسلمان یا دونمه ها در گروهک تروریستی ترکای جوان و سپس حزب تروریستی اتحاد ترقی برنامه ریزی و انجام شد. محض اطلاع برخی از این پانکوردهای نادان و کمدار، اوجالان رو هم موساد گرفت تحویل میت ترکیه داد، برای البته برای یاداوری بود، امیدوارم بهتون بر نخوره. ببینید امروز هم ایران اینترنشنال تبدیل شده به مرکزی برای و دیگر شبکه‌ها، بی بی سی، صدای آمریکا، تبدیل شدن به مرکزی برای و لانه‌ای برای تجزیه طلبان ایران ستیز. در همین زمانی که خیزش داره انجام میشه، خیزش هممیهنان ما در خوزستان، دو تروریست بمب‌گذار به نام کریم عبدیار رو میارن در ایران اینترنشنال و آشکارا میگه من از شما میخوام که از واژه خوزستان استفاده نکنید، به جاش بگید اهواز، منظورش کشور خیالی الاهوازه. و یوسف عزیزی بنی تروف رو آورده بودن که حواسش نبود، داشت رو ابروهاش مداد میکشید، نمیدونم داشت آرایش میکرد چیکار میکرد. اون هم قضیه رو به خلق عرب و ملت عرب و نمیدونم این چیزا رفت داد و پایه رو گذاشتن برای که برخی از هممیهنان ما در برخی از شهرهای دیگه به این حرکت هممیهنان ما کمی بدبین بشن، یعنی اینا سر بزنگاه پیداشون میشه، توی لونه هاشون هستن تا زمانی که نیاز باشه ازشون بهره وری بشود. امکانش رو داریم این فرتورها رو نشون بدیم که ادبار؟ بله، میکروفون شما روی هنسفری میخوره روی لباستون خشخش میکنه، یه مقدار فاصله بدید ممنون میشم. اجازه بدید اول ببینیم که جناب قاسمی صحبتی دارن بکنن، بعد بریم رو فرتورها. نه مراجع بذار دکتر بحثشو کامل کنه، این مبحث ببنده بعد من هست. بسیار خوب، بفرمایید دکتر. اکنون آوای من خوب شنیده میشه؟ اون خشخش رو نداره؟ الان خوبه. بله، هر زمانی شد خواهش میکنم گوش زد بفرمایید، من پوزش میخوام از شما و بینندگان گرامی. الان فرتور یک از گروه یک دارن دوستان میبینن. بله، اسرائیل تتکلم بالعربیه، برگه رسمی وزارت امور خارجه اسرائیل به عربی. میشه اون انگلیسیش رو حالا برای که زمان از دست نره، حالا نوشته تروریسم آف ایران اگینست اهواز عربز از کریم اگینست هومانیتی. بله، تروریسم ایران علیه عرب‌های اهواز جنایت علیه بشریت است. آیا بخشای دیگه‌ای که جمهوری اسلامی می‌کشه جنایت علیه بشریت نیست؟ یکی از کسانی که دستور کشتار همیهنان خوزستانی ما رو میده که خودش یه عربه، آقای علی شمخانی. علی شمخانی یه عربه، بخشی از بدنه سپاه در خوزستان عربه. خب دقت کنید به این اسم. حالا بریم با شگفتی ببینیم چه اصطلاحاتی رو این گروه اسرائیل تتکلم بالعربیه، چون در اسرائیل به پارسی که میاد سخنان زیبا میگه، از آب و هوا، گل و بلبل. ببینید ما آب آشامیدنی سالم داریم،
ببینید ما دستگاهی ساختیم که از هوا آب میگیریم، نمیدونم از چی کره میگیریم، این گونه تبلیغات. حالا فرتور شماره دو، یک آقای به نام ابو علی ولایتی الموسوی کامنتی گذاشته اونجا، گفته که شما برای خودتون حق دخالت در امور دولت‌های دیگر قائل هستید، یعنی برای شما حلال و برای آنها حرام است. حالا ببینید اسرائیل به عربی چه پاسخی داده، اون بخشی رو که قرمزه مشخصه دیگه، درسته؟ بله. نوشته آنچه در اقلیم اهواز در جریان است تجسم و تأیید این مسئله است که کسی که خانه‌ای از شیشه دارد منظورش ایرانه، به مردم عراق و سوریه و لبنان و یمن سنگ نمیزند. همین الان میبینید از اصطلاح اقلیم اهوازی، اصطلاح تجزیه طلبهای پان عرب تجزیه طلب استفاده شده. اهواز رو با چه هی نوشته کرد بان کمالپور؟ هی جیمی دوستان دارم میبینن. این قابل توجه کسانی که سینه چاک میکنن برای موساد و دولت ایران ستیز اسرائیل و بخشی از اون کارمندان و کارگران رادیو تلویزیون ها، شبکه‌های رادیو تلویزیونی پاکستانی فاسیدان صهیونیستی در اسرائیل، مانند پریکوتوله و اره اورو و شمسی کوره، باند بهش میگن انجمن زیرزمین. حالا برن دوستان در رستاخیز گفتن که انجمن زیرزمین به چه معناست، همیهنان میتونن برن پژوهش کنن ببینن انجمن زیرزمینی که موشه چیز ببخشید منوچهر ساچمچی با نام جعلی منشه امین رو انداخته به چه معناست. یاران زیرزمین یا انجمن زیرزمین، یه دونه یه موش توشه، یه دونه منوش ساچمست و شرلی قشنگه و نمیدونم از اینا جکشونورا ریختن اونجا دیگه. حالا برسونم، خب منظورش اینه که ایران شیشه‌ایه. نه عزیز من، شما مواظب باشید شیشه های خودتون نشکنه، چون تا کی این همه دو دوزه بازی، همزمان هم به زبان پارسی با ایران هم در با مردم ایران هم دردی کردن و یه سری مسائل رو گفتن و به زبان عربی کار دیگری کردن، مثل اون زمانی که همزمان به تیم مغرب تونس بود و تیم فوتبال ایران همزمان آرزوی پیروزی برای هر دو گروه کرده بودن. یعنی من فرتور بعدی رو لطف میکنید نشون بدید. بله رو تصویره. بله آقای شیمری، درسته؟ بله شیمری. بله. آره گفته شما اشغالگر سرزمین عربی، منظورش فلسطین هستید، در و در امور دولت‌های دیگر دخالت می‌کنید. حالا این تروریست‌های بخش عربی وزارت امور خارجه اسرائیل پاسخ دادن سرزمینتان مستعمره فارسی شده، یعنی توسط فارس‌ها استعمار شده، تف بر شرفتان در وزارت امور خارجه اسرائیل، و فارس‌ها 4 دولت عربی را اشغال کردند. ببینید عمیانان من، اینها رو ما به شما نشون میدیم که فردا جای گله نماند. فردا اگر همین بلایی که سر افغانستان اومد سر ما آوردن و یه گروهی رو آوردن حقنه کردن به ملت ایران و در عرض یکی دو سه هفته یکی دو ماه دیدید که یه عده تروریست ایران ستیز بر ایران حاکم شدن، یا جمهوری اسلامی همونطوری که دوستان در رستاخیز به زیبایی بارها به رفرم شکلی پرداختن، این بلا سر ما اگر اومد شوکه نشین. دارن همزمان به جمهوری اسلامی کمک میکنن و باش دارن کار میکنن و براش تبلیغ میکنن، همونطوری که در زمانی که خیزش میهنی مردم ایران در خوزستان در جریان و دیگر شهرها، دارن شهر به شهر به همیهنان خوزستانی میپیوندن و میگوین خوزستان تنها نیست، بختیاری با عرب اتحاد اسرائیل تهدید به حمله نظامی میکند، یعنی ایجاد نگرانی، منحرف کردن اخبار از یک سو از خیزش میهنی ایرانیان در خوزستان و دیگر استانها به سوی اینکه وای ممکن است اکنون جنگ بشود. این تیکه های پازل رو بذارید کنار همدیگه هم میهنان گرامی. بس دوباره میخوانم، به عربی گفته سرزمینتان مستعمره فارسی شده، یعنی توسط فارس ها استعمار شده، و فارس ها 4 دولت عربی را اشغال کردند. خب از این هم بگذاریم. پرتور بعدی. بله بفهم. آقای البیاتی العراقی گفته شوربختانه برخی از عرب‌ها و مسلمانان دست به تایید دروغ می‌زنند، یعنی منظورش اینه که اومدن این چرند این تروریست‌های وزارت امور خارجه اسرائیل رو لایک کردن.
و گفته که عقل‌های جامد یا منجمد تفکر نمی‌کنند. حالا اسرائیل چی پاسخ داده؟ گفته این مسئله ایست که شبکه‌های اجتماعی درباره آن عرب‌های که درباره آن عرب‌های اهواز صحبت می‌کنند و ما چیزی از خودمان در نیاوردیم. عرب‌های اهواز صحبت می‌کنند. نامش ایرانیان عرب زبان است. دوباره اهواز رو با چه هی نوشته کرد وان کمال پوری گرامی. هندونه چی ه جیمی. درود بر شما. فرتور بعدی لطفاً. بله بفرمایید. خواهش میکنم. آقای به نام احمد جواد گفته شما بزرگترین جرم علیه حقوق بشر رو انجام میدید. ایران به شما شرف دارد. شبکه الجزیره که بارها که یه شبکه‌ای که علاقه هم به ایران ندارد و بارها برای همین گروه های تروریستی الاهوازی تبلیغ کرده، بارها نشون داد همیهنان گرامی که در اسرائیل این صهیونیست های نجات ستیز یا راسیست جمع میشن و مرگ بر عرب مرگ بر عرب میگویند. خب و ببینید تلاش اسرائیل در این سالها این بود است با کمک به روی کار آوردن خمینی. ما بارها در رستاخیز برنامه داشتیم کتاب پول خون آری بن منشه افسر بلندپایه موساد رو که دست به افشاگری علیه موساد زد، برگردان روانشناس پروفسور مسعود انصاری، چند سال ما بارها بهش در رستاخیز پرداختیم. اشاره می کند که نماینده مستقیم موساد خانم بن داوید می رود به نوفلوشاتو با خمینی پشت درهای بسته دو نفره دیدار می کند. سال 1980 هم با گذرنامه فرانسوی دوباره به دیدار عزیز دلش خمینی می رود و موقعی هم که از نوفلوشاتو برمی گرده می گوید که این همان کسی است که میتواند اهداف ما را به سرانجام برساند و موساد ازش پشتیبانی تمام و کمال میکند. که امروز یک بخشی رو در مورد یکی از دوستان نزدیک خمینی، یک یهودی صهیونیست به نام مارک ریچ خواهیم گفت که شگفت زده اتان خواهد کرد. خب این میگوید احمد جواد میگوید بزرگترین جرم علیه حقوق بشر رو انجام میدید، ایران به شما شرف داره. ببینید حالا این تروریست‌های اسرائیل به عربی چی پاسخ دادن. گفتن شمار کشته شدگان در خلال همین عملیات همش هم ببینید به جای جمهوری اسلامی نمی نویسه، یا می نویسه ایران و بیشتر هم دولت الفارسیه یا می نویسه فارس ها. دقت بکنید وقتی می گوییم اینها آلوده، این صهیونیست ها آلوده به ویروس راسیست یا نژاد ستیزی هستن و دارن در جا به جای خاورمیانه اختلافات نژادی تباری به راه می اندازن. به همین دلیل است جاب بیشتر از اصطلاح فارس، دولت فارسی و فارس ها استفاده می کنه و این نشون دهنده دشمنی و کینش با مردم ایرانه، نه با جمهوری اسلامی. دقیقا همون کاری که جمهوری اسلامی می کنه دولت اسرائیل و موساد و افرادی که تحت پوشش اون دارن فعالیت می کنن دقیقا همون کار رو دارن می کنن. بفهم آیش می کنم. ببینید چی گفته. میگوید که شمار کشته شدگان در خلال عقد الاخیر و هیمنت الفارسیه در خلال این عملیات هایی که جمهوری اسلامی منظورش میکنه 10 برابر آسیب دیدگان 70 سال اخیر درگیری عرب ها و اسرائیله. همونطوری که مزدور موساد نماینده دولت اسرائیل، چون اسرائیل دولتش برخی زمان ها به صورت رسمی یه سری چیزها رو نمیگه، پیمانکاری، البته خب این گروه وزارت امور خارجه اسرائیل دیگه، یعنی داره اندیشه ها، دیدگاه ها و باورهای دولت اسرائیل رو به گونه رسمی بازتاب میده، ولی افرادی رو داره که پروژه ها رو به صورت پیمانکاری میده بهشون، مانند برندا شیفر که مادرخونده پانتورکاست از دولت ایران شمالی یا باکو با نام جعلی آذربایجان حقوق میگیره و استاد دانشگاه است، اسرائیلی، صهیونیست یهودیه. و ادی کوهن در زمینه پان عربی است، به درخوانده پان عرب هاست، برخیشون رو میبره به اسرائیل، اونجا براشون نشست میذاره، باشون با موساد دیدار میکنن و در زمینه های گوناگون افرادی رو داره که کارها رو به صورت پیمونکاری میده بهشون، با هم دیگه براشون برای موساد کار میکنن. خب اسرائیل، فرتور بعدی لطفا. این از توییتر اسرائیل به عربیه. بله بفرمایید.
یا اهل الخلیج العربی، ایران عدوتکم و لیست اسرائیل، ای اهالی خلیج عربی دقت بکنید، ایران دشمن شماست نه اسرائیل و لیست اسرائیل. خب این جرثومه های صهیونیست ایران ستیزه آلوده به ویروس نجات ستیزی یا راسیست چرا از اصطلاح جمهوری اسلامی استفاده نمی کنن؟ آیا پرسیدین از اینها؟ چرا نزدیک به 300 هزار ایرانی یهودی، هم میهنان گرامی یهودی ما در اسرائیل، روشون گرد مرگ پاشیدن و هیچ جا هیچ اعتراضی از اینها بلند نمیشه؟ آیا همسو هستن با این مسائل؟ آیا اینقدر توی این سالهایی که در اسرائیل زندگی کردن و در شبکه‌های اسرائیلی همین چیزایی که ما داریم برای شما میگیم از بام تا شام توی این شبکه‌های اسرائیلی، شبکه‌های عبری زبان رسمی اسرائیلی گفته میشه دیگه اینقدر شنیدن و دیدن که براشون عادی شده؟ شگفت‌زده میشم من و سبب شگفتی است که چرا هم میهنان یهودی ما که در اسرائیل زندگی میکنن به دولت خودشون اعتراض مگر نمیگوین دموکراسی که دومبکراسی است نه دموکراسی. من با این واژه درگیری بسیار دارم، توضیح هم خواهم داد چرا اگر نیاز باشد. و مگر نمیگوید دموکراسی است؟ مگر نمیگوین همه سران اسرائیل و مقاماتش با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند؟ خب چرا اعتراض نمیکنن هم میهنان ما که بیشتر حق رأی هم دارن سالهاست دارن اونجا زندگی میکنن؟ فرتور بعدی لطفا خواهش میکنم. بله بفرم. خواهش میکنم. اینم از توییتر اسرائیل به عربی است که درفش تروریست های تجزیه طلب الاهوازی رو کنار درفش اسرائیل گذاشته و اون بچه هم دستش رو به این حالت دل یا قلب نشان داده و دیگه خودتان و پایینش هم نوشته سلام ابراهیمی، یعنی صلح ابراهیمی. خب فرتور بعدی لطفا. بله، اینم مأمور موساد و از دوستان نزدیک نتانیاهو ادی کوهن که به عربی بهش ایدی کوهین میگن، پیمانکار موساد برای تجزیه خوزستان، و اونجا نوشته حررو الاحواز العربیه من براثین ایران، یعنی هذا هی قضیتکم، یعنی خطابش به کشورهای عربیه، یعنی احواز عربی را، منظور از احواز عربی یعنی خوزستان، منهای غیر عرب زبانها، یعنی غیر عرب زبان ها باید از خوزستان حسب فیزیکی بشن یا فرار داده بشن، یعنی فراری داده بشن. اهواز عربی را از چنگال ایران آزاد کنید. این است مسئله شما، قضیه شما این است. یعنی خطابش نه تنها تجزیه طلبان پان عربه، بلکه خطابش به جهان عرب است. بارها در شبکه های عربی که بهمان بوده گفته که عالم العربی، ای جهان عرب، بشنو اسمع و بیا با هم، بیایید با هم همکاری کنیم برای تجزیه ایران. فرتور بعدی یکی از این صهیونیستای پارسیدان موسادی، ببینیم چی نوشته، خیلی جالب بود برای من. بفهم اگه میشه بخونید. همون ایدی کوهن دیگه؟ نه، بعد از ایدی کوهن. آن این که پسره با کراوات قرمزه؟ نه، یه به پارسی نوشته شده. آره دیگه، آره، نمیشه ادمین گوه کمتر بخور. باشه، اسرائیل پول برای سرنگونی حکومت ایران نمیپردازه. اکثر سرداران سپاه یا جاسوس اسرائیل هستن و یا جاسوس روسیه، نیازی به جنگ با ایران نیست. بله، این آقا هم نامش رو به عبری نوشته، نامش هم سیروس آشر هستش. خب حالا بعد ببینیم یکی از شاگردان منوچهر ساچمچی با نام جلی منشه امیر، این صهیونیست ایران ستیز که از سر تا به پا کینه دارد از مردم ایران و بارها در رادیو پیام اسرائیل، در اون رادیو فکستانی ران که معروف به رادیو گوشواره هست، من از خودم شنیدم این رو که گفت من از واژه آریایی بیزارم و اسرائیل باید نیروگاه هسته‌ای ایران رو بمباران کند، که همه می‌دانیم چه پیامدی به همراه خواهد داشت. آقای نوید تفیلین، شاگرد منشه امیر، از کارمندان رادیو فکستانی ران یا رادیو گوشواره، ببینیم چی گفته خطاب به ملت ایران. کجاش نوشته؟ فرتور بعدیست، اونجا یه چیزی به پارسی نوشته. این آخریشه دیگه؟ نه، بعد از اون سیروس آشر که به ادمین یه چیزی گفته
دو تا فرتور دیگه هم باید باشه، یکیش نوید تفیلینه، یکیش هم مارک ریچ دوست خمینیه. آه پس این مارک ریچه، الان عکس مارک ریچه روی تصویره. نه مارک ریچ رو به درازا میکشه، باید بذاریم شاید یه نیم ساعت یک ساعت دیگه. پس نوید تفیلین رو اگه میشه اون عکس احتمالا نیومده. آره خیلی پوزش میخوام نوشته، من بذارید براتون بگم. این بخواهد. این شاگرد بیخرد و ایران ستیز و بیشعور منوچهر ساچمچی با نام جری منش امیر نوشته 80 میلیون ایرانی که پوزش میخوام اینو میگم، این گفته من نیست، نوشته این جرثومه صهیونیسته، نوشته که 80 میلیون ایرانی بشاشن ایران میشه شاشوخونه و آب که ندارن به جای آب باید شاش بخورن. حالا حساب کنید مردم ایران بلند شدن میخوان حقشون رو بگیرن، ریشه جمهوری اسلامی رو بخشکونن، در خوزستان یه خیزش انجام شده، این مزلفهای موساد، مزلفها و جرثومه‌های پارسیدان موساد چپ و راست دارن لجن پراکنی میکنن. خب به ما حق بدید که ما نگران کشورمون باشیم و نگران مردممون باشیم و بیایم این گونه دست به افشاگری بزنیم. سپاسگزارم. فقط این مارک ریچ بمونه، یادتون باشه که بعداً پیرامون این یه 5 تا 10 دقیقه من با این دوست خمینی کار دارم، این صهیونیست ایران ستیز. اوکی خب سعید جان بفرمایید، شما یه صحبتی داری بفرمایید. بله سپاسگزارم از دوستانی که تا الان همراه ما بودن. عزیزان لطف کنید برنامه رو یه دور دیگه توی گروه ها شیر کنید. خب مطلبی که الان دیدید روی این برگه، روی توی این برنامه دیدید، تمامش اسنادی بود که از وزارت امور خارجه کشور اسرائیل منتشر میشه، یعنی یک ارگان دولتی، یک ارگانی که سیاست‌های اون کشور رو به قول معروف خروجی سیاست‌های اون کشوره، یعنی یک شخص یا یک آدم عادی یا یک رسانه در این پیچی نبود. این صحبت های رسمی و موضع رسمی دولت اسرائیل. حالا قبلا هم از این گوخوری ها زیاد کرده بود این لانه به قول معروف تروریست پرور که ما بارها بارها بهش پرداختیم، اما منوش ساشمشی و همین عراضه لوباش جکوجن مراش که توی اون زیر زمین توی اون اتاق خواب قبل بغل استدیو اول ارشاد میشن و بعد میان روی ایل میان صحبت میکنن، اینها اومدن گفتن که نه اینا کار بزرگای جمهوری اسلامیه، اینها فتوشاپ هست، اینها فلان هست. میتونید دوستان برید روی برگه های این لانه تروریست پرور وزارت امور خارجه اسرائیل و این مطالب رو ببینید. حالا اونجا هم اگه نظری دارید که باید نظر داشته باشید قطعا برید و به زبان خودتون پاسخ این عرضه رو باش رو بدید. این یه مطلب. مطلب اصلی که من میخوام بگم، تمام این صحبتهایی که دکتر مهراد انجام دادن، اسنادی که دیدید دوستان، برمیگرده به همون خوابی که مافیای ایران ستیز برای کشور ما دیده. نه تعارف داره نه شوخی داره. همونجوری که دیدید در یک چشم هم زدن در افغانستان این اتفاق افتاد، عین همین هم میتونه در کشور ما اتفاق بیفته. و اگر افغانستان، اگر همتباران افغان ما امروز تونستن کاری انجام بدن و سکوت مجامع بین المللی رو شما دیدید چجوری حمایت کرد از این سیاست، این اتفاق برای کشور ما هم اگر بیفتد همین آش و همین کاسه و همین سادگی. جمهوری اسلامی رو دوستان، من مجبورم یه بار دیگه خلاصه بار مطالب رو بگم، جمهوری اسلامی رو آوردن برای زمین سازی و آماده کردن اذهان عمومی در داخل ایران برای تجزیه و نابودی کشور از یک سو، و از سوی دیگه نابود کردن محیط زیست ایران. خیلی از این تحلیلگرای دلپیتی که شما میبینید، سفارشی هایی که از افتیدی میان توی این رسانه های فارسی زبان، هر اتفاقی میفته میگن عدم مدیریت جمهوری اسلامی یا عدم کفایت جمهوری اسلامی باعث این شده، باعث آن شده، باعث این شده. ببینید ما در رستاخیز سیمرغ مطرح کردیم، اتفاقا این جمله غلط است. فریب بعدی بعد از فریب مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا همینه که بیان بگن عدم کفایت جمهوری اسلامی یا عدم مدیریت جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی کاملا مدیریت شده و دقیق طبق برنامه، یعنی مولا درزش نمیره، ماموریتش رو به درستی انجام داده. ماموریت جمهوری اسلامی همون چیزیه که خمینی توی بهشت زهرای تهران گفت،
که ما این غنایم را گرفته ایم، این کشور را به عنوان غنیمت گرفتیم و این غنیمت از آن امت اسلام است و ما باید آثار تاریخ و تمدن را از این سرزمین پاک کنیم. تمام عملکرد جمهوری اسلامی در طول این 43 سال طبق برنامه‌ای که به خمینی داده شد تا امروز پیش رفته. یعنی جمهوری اسلامی از نظر مدیریت فوق‌العاده عمل کرده، از نظر کارایی فوق‌العاده عمل کرده و از نظر فریب افکار عمومی هم فوق‌العاده عمل کرده. شما چجوری میتونید یک کشوری با 1,644,000 کیلومتر مربع رو که در سال 57 جزو 10 کشور برتر دنیا بوده، پولش جزو 17 پول مطرح دنیا بوده، اقتصاد دو رقمیش هنوز که هنوز کسی نتونسته اون رکورد رو بزنه، شما چجوری میتونید ظرف 43 سال این کشور رو تبدیل به یک ویرانه بکنید؟ این مدیریت بالا میخواد. کی میگه عدم مدیریت؟ شما در همین بخش جریان کرونا و ویروس کرونا جمهوری اسلامی بسیار دقیق عمل کرد. اونایی که فکر میکنن جمهوری اسلامی عدم کاراییش باعث مرگومی شده اشتباه میکنن. اتفاقا کارایی جمهوری اسلامی باعث این، چون قرار بود این اتفاق بیفته. شما وقتی میخوایی کار رو انجام بدی طبق برنامه، حس محاسبه شده است، حساب شده است، میدونی که تایمی باید چه کاری انجام بدی. مدیریت جمهوری اسلامی در لباس خودش و در نقش خودش چون دشمن ملت ایرانه بسیار دقیق بود، دیدید که کارش هم انجام داد. اینو میگم برای اون افرادی که میاد توی رسانه ها میگن عدم کفایت جمهوری اسلامی یا عدم لیاقت جمهوری اسلامی. نه عزیز من، جمهوری اسلامی کارشو طبق برنامه و به درستی انجام داد تا همین الانی که داریم صحبت میکنیم. برگردم رو صحبت قبلی، رو جریان طرح معامله بزرگ قبل. یه صحبتی رو ما چند وقت پیش توی رستاخیز دوباره انجام دادیم، یه سری اومدن حمله کردن که آقا این جای خوابالو بود که افغانستان را داد، به ترامپ شیرده ربطی نداره، نمیدونم به پامپئو زبر ربطی نداره. این ناآگاهان و بیخردان باید بدونند سیاست حکومت آمریکا، سیاست کلانش پشت پرده است. دولت‌ها در آمریکا و در اکثر کشورهای دنیا، یعنی میشه گفت در همه کشورهای دنیا، دولت‌ها مأمور اجرای سیاست کلان حکومت پشت سرشون هستن و تنها فرقی که رئیس جمهورها و دولت‌ها، حالا در آمریکا چه دموکراتش و جمهوری خواش، تنها فرقی که اینها دارن در نوع و شیوه اجرای اون سیاسته. شما در داستان ببین همین جریان افغانستان رو سه بار حکومت آمریکا تکرار کرده، یک بار در ویتنام، یک بار در عراق و الان در افغانستان. تمام این سه سناریو وقتی انجام شده، هم رئیس جمهور جمهوری خواه توش بوده، هم رئیس جمهور دموکرات توش بوده، هم به قول معروف رئیس جمهوری بوده که میومده میگفته امریکن فرست، هم رئیس جمهور بوده مثل اوباما میومده شراور میگفته. کل این سناریو پشت پرده طراحی شده و این دولت ها اومدن اجراش کردن، همینو بس. یعنی زمانی که ترامپ، ببینید، مذاکره با طالبان در دوره ترامپ آغاز شد، مذاکره با طالبان، همون مذاکره که میتونست با جمهوری اسلامی مستقیم انجام بشه، خب نشد. اما مذاکره با طالبان در دوره ترامپ انجام شد. مذاکرات فوق پیشرفت فشرده در دوحه قطر، شاید در ماه چندین دیدار مقامات آمریکایی با طالبان میکردن. قراردادها نوشته شد، داد و ستدها انجام شد، تعهدها داده شد. وقتی هم دولت ترامپ اومد این رو امضا کرد، یعنی حکومت آمریکا اومد امضا کرد و قراردادش رو بست، کشورهای اروپایی و دیگر کشورها هم تابع دستور و سیاستی هستند که آمریکا پیاده کرد. یعنی چی؟ یعنی شما میبینید زمانی که آمریکا میاد صحبت از خروج نیروهاش ظرف 6 ماه یا 8 ماه انجام میده توی اون توافق، یا 14 ماه،
اتحادیه اروپا و ناتو که خودش 30 کشور رو شامل میشه هم زیر این قرارداد رو امضا میکنه. زمانی که قرار میشه نیروها از عراق بیان بیرون، از افغانستان بیان بیرون، اون زمانی که نیروهای ناتو اومدن بیرون، در حقیقت دنیای غرب 30 کشور جهان این مسئله رو میدونستن، این سناریو رو میدونستن، این تعهد رو داده بودن. وقتی نیروی نظامی ناتو میاد بیرون، یعنی این 30 کشور از افغانستان اومدن بیرون. حالا زمانی که طالبان وارد میشه، یه دفعه مثلا میبینید مرکل میاد میگه ما شوک زده شدیم، مکرون میاد میگه ما شوک زده شدیم، یا اون یارو اسکولر نخست وزیر انگلستان میاد میگه ما اصلا چیز شدیم، میخکوب شدیم. نه، اینا این صحبتایی که الان میکنن برای فریب افکار عمومیه، چون اینها زمانی میدونستن از این جریان که قرار بود نیروهای خارجی و نیروهای ناتو از افغانستان خارج بشه، پس سناریو رو میدونستن، بازی رو هم میدونستن. شما میبینید زمانی که طالبان وارد میشه، تمام این انجیو ها و نمیدونم گروه های حقوق بشری و فمینیست ها و پمینیست ها و اراذل اوباششون که هستن در خارج از ایران و افغانستان، شما میبینید تمام اینا خفه خون گرفتن، همشون ساکت شدن طبق برنامه و طبق دستور، و تنها دغدغه شورای امنیت سازمان ملل میدونید چی بود؟ تنها دغدغش این بود که طالبان اجازه تحصیل به دختران را بدهد. این همون چیزیه که چی؟ معصوم قومی، الان جناب کمالپور توضیح داد، معصوم قومی تو ایران پیاده کرد، یعنی بانوان اجازه دوچرخه سواری داشته باشن. این شد دغدغه کشورهای متمدن دموکراسی خواه حقوق بشر فلان فلان در مورد افغانستانی که مردمانش از سرکول هواپیما بالا می رفتن که از افغانستان فرار کنن. حالا شما نگاه کنید اگر این اتفاق در کشور ما بیفته چه بلوشویی خواهد شد. برای همینه که ما صحبت وقتی می کنیم میگیم ریشه رو باید ببینید، زمین بازی رو باید ببینید، چون ببینید گام بعدیش چیه. یه سری از نیروهای ارتش افغانستان با تجهیزات نظامی که آمریکا و ناتو در اختیارش گذاشته بود، قبل از اینکه طالبان شروع کنه به قول معروف افغانستان رو تصرف کردن، شما میبینید این نیروها بخشش با تجهیزات وارد پاکستان میشه، بخشش وارد ایران میشه، میره تو پادگانی توی زابل و زاهدان. چرا میره؟ اینا برای چی رفتن اینجا؟ اینا برای این رفتن که جریانی که اسمش جریان طالبانه، اون جریان مقابلش که حالا ضد طالبانه، با این تجهیزات و با این سیستم وارد افغانستان میشن. برای چی؟ برای جنگ داخلی. خروجیش تجزیه افغانستان، که تجزیه افغانستان بخشی از ایران هم روشه. همه این اتفاقات رو دوستان میبینید جمهوری اسلامی مأمور اجرای این حرکت. ما خیلی وقت پیش تو رستاخیز سیمرغ گفتیم، شاید زمانی که ما اومدیم اینو گفتیم اصلا کسی فکر نمیکرد طالبان هنوز زنده است یا مرده، اما اینا رو اومدیم گفتیم. حالا جمهوری اسلامی حمایت میکنه، اسرائیل سکوت میکنه. اسرائیلی که همین صفحات وزارت امور خارجه شما میتونید برید نگاه کنید، نخست وزیر اسرائیل هم صفحه به زبان عبری داره، هم به زبان انگلیسی داره، هم به زبان عربی، میتونید برید هم به زبان پارسی، میتونید برید نگاه کنید. وزارت امور خارجه هم انواع و اقسام زبانها رو داره، برید نگاه کنید. اسرائیلی که اگر نمیدونم پشه تو اتاق جنتی بگوزه، این زودی میاد تو سازمان ملل میگه امنیت اسرائیل شروع کرد به لرزیدن، در مورد یک گروه فوق تروریستی به اسم طالبان که هستش سپاه قدس، سپاه اورشلیم خودشه، که میخواد بیاد کشور افغانستان رو بگیره، اسرائیل سکوت میکنه. بعد در داستان قره‌باغ، زمانی که اون جنگ رو بین ارمنستان و اران میذاره اسرائیل پیاده میکنه، میبینید جمهوری اسلامی از اون سیاست حمایت میکنه. این بدبستان های سیاسی رو وقتی شما بذارید بغل همدیگه، میبینید کارفرما باید الان سکوت کنه، ماموران اجرای کار هم کارشون انجام بدن، چون کارفرما اگه بیاد به قول معروف واکنش بد نشون بده، خب رفیقاش از دستش به قول معروف آزرده میشن و کار زمین میذارن.
اگر هم بیاد حمایت کنه که مردم متوجه میشن بازی از چه قراره، بنابراین سعی میکنه سکوت کنه. کی سکوت کنه؟ کسی که گفتم اگر پشه در خاورمیانه اشتباهی ملغم بزنه بلافاصله دارام دروم رو راه میندازه که امنیت اسرائیل به هم به خطر افتاد. حالا من سوال میکنم از این کسایی که توی اسرائیل هستن یا از این رادیو تلویزیون هایی که به قول معروف اول میرن تو اتاق بغل استادیوم تو زیر زمین 73 متری اول میرن اونجا ارشاد میشن بعد میاد پشت فرمان، چرا اسرائیل در مورد افغانستان سکوت کرد؟ چرا سکوت کرد؟ حالا در مورد ایران خفتون گرفتید، در مورد این توییتایی که الان دکتر مهراد توضیح داد خفتون گرفتید، براتون مهم نیست. چرا در مورد افغانستان سکوت کرد اسرائیل؟ برید حالا چراش رو توی اون نقشه خاورمیانه بدونید. دکتر مهراد توضیح داد، ما تو ویدیو قبلی هم گفتیم اینها دارن صحبت میکنن که پشتونهای افغانستان تیره گم شده یهودیان هستن. خب طالبان کیه؟ برید ماهیت طالبان رو پیدا کنید. همونهایی هستن که اینا مدعی میشن شاخه گم شده به قول من این قوم هستن. و خیلی جالبتر اینجا که ما در رستاخیز سیمور حدود 6-7 ماه پیش هم کماپور توی ویدیوی اسنادش رو نشون داد، زمانی که ما صحبت از این کردیم که در معامله طرح معامله غرب قرار است در افغانستان ولایت فقیه سنی تشکیل بشه، خیلی هاتون صوت بلبلی زدید، خیلی هاتون اصلا نشنیدید. امروز دارید میبینید که در افغانستان ولایت فقیه سنی شکل گرفت. البته این پایدار نیست، این چون قراره در آینده به یک جنگ داخلی بین دو جناح، بین دو قدرت، بین دو شاخه مافیایی اتفاق میفته که بعد تهش بشه چی؟ همون بلایی که سر عراق اومد، همون بلایی که سر عراق اومد، و بعد افغانستان که آماده بشه نوبت ایرانه. چرا؟ چون اون نقطه مرکزی به قول معروف که قراره چند کشور رو تکمیل کنه، اون سرزمین ها الان در چارچوب جغرافیایی ایران فعلی هست. گفتم از آذربایجان های ما، از کردستان ایران، از خوزستان، سیستان و بلوچستان و استان خراسان، اینها قراره اون نقشه، اون پازل کلانی که به قول معروف توی دکترین اسرائیل که همون میشه تورات و تنخ و تلمود هست، این قسمت ها به اون بخش ها بپیونده و نقشه کامل بشه. و همین سادگی و به همین خوشمزدگی. کی داره این کار رو انجام میده در داخل ایران؟ جمهوری اسلامی. کی ماسمالیش میکنه؟ علازل و باشی که در خارج از ایران به اسم کارشناس و تحلیلگر و استاد دانشگاه و استاد کوفت زهرمار نشستن و برای مردم لالایی میگن. حالا کی این وسط میاد این صحبت ها رو میکنه؟ رستاخیز سیمور. فوشا رو کی میخوره؟ رستاخیز سیمور. البته برای ما مهم نیست، برای ما مهم اینه که ما اگر بتونیم 4 تا هموطنمون رو آگاه کنیم، 4 نفر رو آگاه کنیم، اون 4 نفر خودشون میرن 40 نفر رو آگاه میکنن، اون 40 نفر میرن 400 نفر، و به همین صورت شبکه‌ای کار میره جلو و موفق میشیم به قول معروف کارمون رو انجام بدیم. مطلب پایانیم اینه، تمام این بازی ها رو هموطنان بدونن، تمام این بازی ها یک جور فقط به هم میخوره. یعنی اگر میخواد همه این سناریوهایی که حالا صحبت شد به هم بریزه و ایران و خاورمیانه نجات پیدا کنه، ایران باید برگرده به هویت خودش. روزی که شاهنشاه آریامهر از ایران رفت، ایشون قبل از اینکه بره میدونست بازی مافیا رو، قبل از اینکه بره گفت اگر من برم ایران میرود و ایران برود خاورمیانه خواهد رفت. دیدید که رفت. حالا اگه بخوایم برگردیم به اون روز، باید پادشاهی به ایران بازگردد، باید ملت ایران با یک شعار واحد، با یک خواسته ملی سراسری فریاد بزنند. چه چیزی رو فریاد بزنند؟ چه چیزی رو بگن که بازی مافیایی به هم بریزه؟ چه چیزی رو بگن که حساب کتاب دنیای غرب و شرق به هم بریزه؟ یک چیز، همون چیزی که اینا بسیج شدن بر علیهش که نباشه. باید فریاد زده بشه رضا شاه روحت شاد و جاوید شاه. اینه اون مسئله کلیدی که بسیاری از اراذل اوباش در خارج از ایران صحبت میکنن. آقا نگید جاوید شاه، بذارید اتحاد شکل بگیره. اتحاد بین کی؟ بین همون اراذل اوباشی که سال 57 نقشه مافیا رو در کشور ما اجرا کردن. این ابلهان فکر میکنن که چپی آدم میشه،
این بیخردان فکر میکنن که توده‌ای آدم میشه، این نادان ها فکر میکنن جمهوری ها آدم میشه، این ابله ها فکر میکنن آخوندزاده مثل حسن شریعت مداری و همسال اینها آدم میشن و دلشون برای ایران میسوزه. اینها هنوز این رو نفهمیدن که تمام مهره های که در بازی 57 شرکت کردن ایران ستیزن. اینها نفهمیدن که اونا میدونستن دارن چی کار میکنن. اینها نفهمیدن که هر حرکتی که سال 57 کردن امروز چوبشون ملت دارن توی بیمارستان های ایران دارن میخورن. برید توی قبرستان های ایران نگاه کنید ببینید چه خبره. برید توی بیمارستان های ایران نگاه کنید ببینید چه خبره. برید تو سیستان و بلوچستانمون نگاه کنید ببینید چه خبره. برید تو خوزستان نگاه کنید ببینید چه خبره. این مردم آیا دموکراسی به دردشون میخوره؟ آیا اینا الان لنگ دموکراسی ان؟ آیا اینا لنگ اینن که نمیدونم چپی و ملی منگلی و نهضت آزادی و مجاهد خر و امثال اینها بیان با هم اتحاد کنن؟ نه عزیز من، نه. در خارج از کشور تمام تلاشتون رو بکنید که در داخل ایران همبستگی ملی با شعار جاویدشا شکل بگیره. مردم خیلی جالبه در ایزه میان فریاد میزنن رضا شاه شرمنده این، رضا شاه روحت شاد. چرا این فریاد رو میزنن؟ مگه قرار رضا شاه از اون دنیا بیاد توی ایران حکومت کنه؟ مگه قرار شاهنشاه آریامه بیاد حکومت کنه؟ نه، میگه رضا شاه شرمنده این، میگه رضا شاه روحت شاد، که تنها قیامی که در ایران ما در طول 43 سال گذشته سه تا قیام بزرگ داشتیم، که این سه تا قیام چرا شدن قیام سراسری و چرا در شهرهای مختلف ایران مردم به این قیام پیوستن؟ چون یک شعار ملی داشت. شما سال 88 هیچ کجا ندیدید شهرهای دیگه بیان از حمایت از یا حسین می حسین بکنن، ندیدید. در کوی دانشگاه ندیدید. چرا ندیدید؟ چون شعار شعارهای در ایپیتی بود. اما 96 و 98 و 1400 که ملت گفتن رضا شاه روحت شاد و جاوید شاه، شما میبینید مثل بمب توی ایران میترکه و سراسر ایران میان ازش حمایت میکنن. پس مردمی که در داخل ایران فریاد میزنن جاوید شاه، مزدور نیستن. اونها آگاهانی هستن که بازی مافیا رو خوندن با زحماتی که امثال ماها کشیدیم. اون بیخردی که میاد در خارج از ایران میگه تو تجمع نگید جاوید شاه، تصاویر شاهنشاه و رضا شاه و شاهزاده رضا پهلوی رو همراه نیارید، خب اونا استعلام گرفتن سعید جان. مستقیم موساده سعید جان، اونا مستقیم موساده سعید جان، یا حقوق میگیره یا بیجیره مهاجرت. جناب قاسم صدا داری؟ بفرمایید. میگم خب اونی که اینو میگه در خارج از کشور رفته از خود شاهزاده استعلام گرفته. آخه ببین جناب کمالپور، یه سری ما شاهزاده یه توضیح دادن، شاهزاده یه سری توی توضیح دادن که ما اینو پخشش کردیم، میتونید برید دوستان برن نگاه کنن، یه کامنت توضیح دادن، گفتن متاسفانه یه عده میان در دایرکت سوالهایی رو از من میپرسن که من نظرمو میگم، اما بی اخلاقی میکنند. خیلی مهمه، بی اخلاقی میکنند و این رو شات میگیرن منتشر میکنن. اینا این ابلهان این توقع رو دارن. مثلا شاهزاده رضا پهلوی، بله من سارا خوشگلم با کلاگیسی، خب بله بفرمایید. آقا ما میخوایم یه تجمع بذاریم، اجازه بدی عکستو ببریم؟ آخه این ابله فکر میکنه که ایشون هم میگه بله بله ببرید، یه عکس سمتی بردارید ببرید. اینقدر اینها بیشورن، اینقدر ابلهن، اینقدر نادانن، اینقدر خودفروشن که شما اگر پادشاهی خواه هستی، اگر برای کشورت داری مبارزه میکنی، اگر میخوای تجمع بذاری، باید از آرمانت دفاع کنی. شما سرباز ایران هستید، شما باید حرکت رو انجام بدید. اینی که بری از شاهزاده سوال کنی شاهزاده من عکستو ببرم یا نبرم، خب قطعا ایشون میگه نه. چه انتظار دیگه داشتی خانم کلاگیسی به سر؟ بابا از هر کسی سوال بکنی، از هر کسی این سوال بشه، طرف میگه نه برای چی اصلا این کارو بکنید. بعد یه آدم احمقی بره از پادشاه کشور سوال کنه با این رزومه سرشار از میهن پرستی خاندانی که داشته، بعد یه احمق تر از اون هی بیاد بگه ما استعلام گرفتیم. آخه احمق استعلام گرفتیم.